مخاطبان گرامی، درود و سلام. کمپانی امنیتی بلک واتر امریکایی اعلان کرده، گفته که قرار بود با پول بلک واتر غزه در آب غرق شود، مگر پنتاگون اجازه نداد. وزارت دفاع امریکا. شبکه کان اسرائیل بر اولین بار یک خبری را منتشر کرده که معلوم نیست چقدر اعتبار داره. گفته امریکا آماده حمله زمینی به لبنان است. فقط همینقدر یک خط آورده و دیگه توضیحات نداده. ایران به عراق درخواست داده که حدود 120 تن از مخالفان و افراد مظنون و جمهوری اسلامی را به تحویل بدن که اکثریتش فعالان کرد هستند. اول صبح امروز محمد جباره، یکی از فرماندهان شاخه نظامی مقاومت اسلامی لبنان در منطقه بقای غربی در جنوب لبنان کشته شد. فیلمش که من دیدم، یک موتر پیکاپ روان بود در جاده منفجر شد. خبر دیگه که امروز گرفتیم ایست که داعش اعلام کرده که با استفاده از ماشیندار، سلاح‌های سبک و سلاح‌های ضد هوایی به 3 پایگاه حزب الله در صحرای پالمیرا در سوریه، یعنی در حومه شرقی حمص حمله کرده است. ای در بعد از جنگ‌های سنگینی که بین ایران، حزب الله، فاطمیون و مقاومت عراق صورت گرفت در برابر داعش که سرکوب شد، این نخستین حمله داعش به این شکل است که بالای پاسگاه های حزب الله انجام گرفته. این میتونه عقبه به اصطلاح سازماندهی شده داشته باشه و این تکرار هم شود. میریم سر یمن. بانکای یمن شمالی را اینا بسته کردند از طریق یمن جنوبی که تحت اداره عربستان است و ترس عمیق و چالش ها پیدا شده و از یک سو مذاکراتی که در مسقط بین دو یمن در جریان بود بدون توافق بر سر مبادله زندانیان به پایان رسیده. بانک مرکزی یمن در عدن در این طرف عربستان تحت حمایه عربستان مجوزهای 6 بانک تجاری یمنی مربوط به حوثی‌ها را در صنعا منجمد کرده، یعنی مجوز لغو کرده و این ضربه جدیدی به بخش بانکی در مناطق تحت کنترل انصار الله وارد کرده. این میتونه منجر به یک جنگ بسیار شدید شود و اهدافی را ممکن است حوثی ها مورد حمله قرار بدن. از یک سو حوثی ها با ائتلاف بین المللی در دریای سرخ در جنگ هستند. از یک طرف فکر میشه که ائتلاف عربستان به کمک امریکا و انگلیس یمن جنوبی را علیه از اینا تحریک میکنند. از طریق زمین به اصطلاح اینا را فشار میدن. خب اونا چی میکنن؟ حالا حوثی ها گزارش آمده که برای حمله به میدان نفتی در منطقه مار و آماده میشن. باز چی میشه؟ برای قمار است که امریکا و عربستان حال میزنند. بعد از شکست نشست مسقط که پیشتر گفتم، بین دولت یمن و حوثی ها برای دستیابی به موفقیت، حوثی ها در حال بررسی سناریوهای مختلف برای مقابله به مثل هستند. تمرکز اصلی اینا کسب پیروزی در بخش اقتصادی به عنوان یک اقدام متقابل است. هنوز معلوم نیست که این تقابل اقتصادی و بانکی چیگونه است. به هر حال جنگ لفظی انصار الله علیه عربستان سعودی تشدید شده است. ما در مباحث خود گفتیم که عربستان سعودی فقط روی به اصطلاح روی از نظر امنیتی روی دم اسب را میره. از این خب به این ترتیب گروه اوسی 4 هواپیمای متعلق به یمن ایرویز توقیف کرده است.
گپ از اینجا کلان شد و بیش از 1300 زائر یمنی در جده در عربستان مت سرگردان است. سرکار او کسی ریس کار انتقال بده. این بحران یمن که درون اوت کرده میره باز. چرا تصور شخص خودم ایست که ائتلاف غربی بالاخره تصمیم گرفت که نقطه فشار از زمین علیه اوسیا باید تدارک شود. هر قدر اینا هوایی را زدن زدن نشد. نتیجه نداد. یک خبر جالب دیگه که یک سرباز ارتش اسرائیل پایان خدمت عسکری خود جشن گرفت. خود چی کرد؟ شما شاید فکر کنین که مثلا کیکمان و رفیقای خود دعوت کرد و یک پارتی گرفتن. نه، به خاطر شکرانگی پایان خدمت خود خانه یکی از فلسطینی ها را منفجر کرد. باز پایان خدمت خود اعلان کرد که خلاص تمام شد. این چیزهای بسیار کوتاه است که در تاریخ مثلا این جنگ ها میمانه. ایده به خاطری گفتم که این جنگ سایه و سایه، خانه و خانه در این حوزه ادامه پیدا میکنه. خاصتا که کنست اسرائیل امروز اعلان کرد که طرح تشکیل دولت فلسطین بر اساس مائده اسلو که قبلا امضا شده بود او را رد کن چلیپا زدن. یعنی چی کردن؟ در پای خود شلیک کرد. یک پایش مانده بود به او هم شلیک کرد. اریک پرینس بنیانگذار کمپانی بلک واتر گفته که من برای اسرائیلی هم وقت دادم هم پول دادم تا نوار غزه را با آب دریا پر کنن، اما پنتاگون مانع شد. پنتاگون خو عقلش از اریک پرینس که زیاد است. غرق کردن یک من جزیره کوچک و هم مثل یمن زخمی که خودش در خون خود غرق است، این میتونست بسیار خطرناک باشه بر منافع امریکا. خب برای رئیس بلکواتر از امریکا انتقاد کرده، گفته این چی رقم بو بیروکراسی غربی است که دستگاه های دفاعی امریکا را کاملا ناکارآمد ساخته. شما ببینید که وقتی که جنگ شخصی میشه چقدر به خاطر منافع خود، یعنی اریک پرینس واری آدم ها دست به چی کارهایی میزنن. الجزیره گزارش کرد که در عملات ارتش اسرائیل به شهرک الزوایده در منطقه حیل درج و اردوگاه النصیرات در مرکز شهر غزه 9 فلسطینی کشته و چندی نفر دیگه زخمی شد. اسرائیل دیگه به هر وقت که از خواب میخیزه یک دسلاف خدا میکنن. شام یک دسلاف داره، چاشت دیگه، صبح دیگه. از یک سو پیشتر که از یمن صحبت کردیم، حملات جنگنده های ائتلاف امریکا و انگلیس به خاک یمن دوباره آغاز شده است. هواپیما صبح امروز 3 مرتبه فرودگاه بین‌المللی الهدیده را بمباران کردند. گالانت وزیر دفاع اسرائیل میگه که ما یک شبه به لبنان میتوانیم حمله کنیم. من ایره خواندم سرخط خبرشان بود. خب یک کسی باشه زیرش بنویسه که پس منتظر چی هستی؟ روزنامه تایمز اسرائیل گزارش کرد که گالانت این صحبت ها را با نیروهای ذخیره لوای اودیت در شمال اسرائیل بیان کرد. اونجا رفته قطعات عسکری را دیده، عسکری خسته شدن از یک راکت های ازبلا. امروز ازبلا 80 راکت زده شمال اسرائیل. اونا رو که رفته به خاطر از اینکه تو تسلی بده و جرات بده، گفته که هم یک شبه ما میتونیم اونجا عمله کنیم و شما فکر یک ذره صبر کنید که چی میشه. 4-5 مازگی گپا میزنه، کس جرات نمیکنه عمله کنه. متوجه میشین مردم اینو؟ خب برال ای گفته که خب عملی که ما بکنیم غیر منتظره و سهار سریع خواهد بود. اسرائیل آماده مذاکرات با حزب‌الله است. باز چی میگه؟ آماده مذاکرات با حزب‌الله است. پس چی گفتی پیشتر؟ و یک خواهش ناشده دیگه را دنبال میکنه، میگه که اگر از فراتر از رودخانه لیتانی بود ما مذاکره میکنیم.
او تازه آمادگی میگیره که شمال اسرائیل بگیره. خب برخی منابع مدعی شدن که ایران با ارائه فرست به دولت عراق 120 نفر از رهبران و اعضای گروه های مستقر در اقلیم کردستان خواهان استردادشان شده به ایران، یعنی 120 نفر 20 نفر شامل رهبران، اپارات و اصطلاح نخبه های سازمان های کردی است. یعنی ایره چطور دولت عراق صلاحیت داره که اینا رو تحویل ایران بده، در حالی که اونجا اسرائیل و امریکا بسیار قوی هستند بین کردها. برحال ایرانی ها همینطور یک درخواست دادن و این بسیار مهم است. و به می ترتیب شبکه ایبری کان گزارش کرد که امریکا آمادگی جدی خود برای عملیات زمینی در لبنان و تشدید حملات بر حزب الله اعلان کرده. همانقدر پیشتر که گفتم بینیمی، اما تیتر طولانی خبرش همی بود. نماینده اسرائیل در جلسه شورای امنیت ملل متحد امروز گفت که ایران امرو با یمن، لبنان، عراق و سوریه قصد دارند کاملا موجودیت اسرائیل از بین ببرند. خب با کی میگین شما؟ ایران عامل اصلی اقدامات مثلا تنش‌ها در منطقه است و فاصله تا رسیدن به بم اتمی نداره. این دیگه نماینده اسرائیل میخواد دیگران رو ظاهرا به حساب خودش تحریک بکنن. و سازمان ملل باید در برابر تهدیدات ایران بیسته. سازمان ملل در برابر شما ایستاد نشد که تمام دفاتر، تأسیسات و موترایشان در غزه میزنید، دکترایشان را قتل عام کردن. در برابر ایران ایستاد میشه. نفتالی بنت از رهبران از صدر اعظم سابق اسرائیل در پاسخ به منصور عباس نماینده کنست یعنی پارلمان اسرائیل، منصور عباس از مسلمان های اسرائیل است که گفته بود که 50,000 غیر نظامی در غزه کشته شده. یک دم نفتالی بنت خیست گفت که بله کشته شده 50,000 تروریست. و وقتی که من این خبر خواندم، اما قطاری از و کودکان کفن پیچ در این نوما ما دیدیم، خانما، زنا، پیر مردان، اونا در زیر نظر آدم میه. نفتالی بنت، خب شما فکر میکنید، من این به خاطر گفتم که ما میتونیم در این آینه آینده اسرائیل ببینیم. سید حسن نصر الله بر اولین بار گفته که اسرائیل میخواهد معبد سوم یهودی ها را تخریب بکنه. اون معبد سلیمان از منظورش چند دفعه تخریب شده، حال به اصطلاح چی است، اما آخرین معبدش گم است. اسرائیلی ها اما استناد هویتی خود به اون سومین معبد میکنن. این تخریب فکر نکنم این جرات بکنن به خاطر از اینکه اونجا تقریبا منفجر کردن یک بم اتم است به معنای عزیز. خب برحال رسانه اسرائیلی یدیود آهارانود گفته که اسرائیل برآورد میکنه که نیمی از 30,000 عضو حماس در غزه زنده هستند. خب چی برآورد میکنه؟ هیچ اطلاع نداره. نیمه خب یعنی 30,000 ارتش حماس بود، نیمیش یعنی 15,000 شما کشتیم، 15 دیگه زنده است. این اخبار اطلاعات اصلا قابل تایید نیست این خبرها. ما دیدیم از روی گزارشات، از روی استنادات، از روی استنادات ملل متحد، پزشکان بدون مرز، پزشکان داوطلب که تمامی کسایی که اونجا کشته شدن وقت افراد غیر نظامی بودن. در بینش اگر اماسی هم بوده باشه به با او اندازه نیست که مثلا ای 15,000 نفر میگه. و دیگه ای که ارتش اماس عرص مواد خود تایدید نیرو میکنه. ای سخنان به کاربردش به ذهنیت مردم اسرائیل است. اماس همچنان
مثلا دارای راکت های دوربرد و راکت های است که میتونه به تلویو و قدس اشغالی برسه. ایره یدیوت آهارانوت عنوان کرده گفته. همچنان حماس تولید تسلیحات از جمله هواپیمای بی سرنشین از سر گرفته. این روزنامه اسرائیلی میگه. خب معلوم است این کارا، خب به خاطر خصوصا وقتی که اسرائیل مجبور شود از غزه بیرون شود و دوباره غزه استرداد شود، بازو وقت ببینید. چرا؟ حماس سایه اسرائیل است. هر جا که اسرائیل است دنبالش است. ایره ما بارها گفتیم از نظر تاریخی میگیم، از نظر دست کم این تاریخ 76 سال. چرا؟ به خاطر از اینکه هیچ راه حلی وجود نداره. همین آخرین یک چراغ نیمسوزی هم که بود راه حل که تشکیل یک دولت فلسطینی در کنار اسرائیل بود، امروز در پارلمان اسرائیل کاملا ملغا شد. جان بولتون گفته که پذیرفتنی نیست که مثلا یک ایران یک حلقه آتش به دور اسرائیل ایجاد کرده و همچنان امی حلقه آتش در دریای سرخ ایجاد کرده. یعنی به چی وضعیت است؟ بنان ما نمیتونیم نیروهای امریکایی در عراق و سوریه را مثل گلای بیچوپان، همینطور گفته، مثل گلای بیچوپان رها بکنیم و این منطقه را رها ایلا کنیم بریم. بله قابل پذیرش نیست برای امریکا. اما وقتی که یعنی ضرورت میشه بس قابل پذیرش میشه. این مثل گریز از افغانستان. ترامپ در یک توهم دیگه گرفته. ترامپ میگه اگر در انتخابات اول پیشین امریکا تقلب نمیشد، همین 4 سال پیش میگه ما به یک توافق بسیار خوب با ایران میرسیدم. در عرض یک هفته به توافق عدم داشتن تسلیحات هسته‌ای اونها میرسیدم. چرت میگه تو برجام پاره کردی، ایران با تو توافق میکرد. یادم باشه که وقتی که آدم دوباره میاد از این لفاظی های طوفانی دوباره شروع میکنه. میریم سر یک خبر دیگه که از حزب فلانجیست لبنان است. من نوجوان که بودم رادیو رو در گوش خود که میکردم، همون دوره جنگ داخلی لبنان بود. سوسیالیستا و فلانجیستا و سازمان عمل اینا بین خود می جنگیدن. دو زمان حزب الله ظهور نکرده بود. امی از لا بلای خبرها می فهمیدم که فلانجیستا بسیار مردم های شقب و بسیار کشتارگر بودن علی مردم مسلمان و جه. آل چی گفته؟ گفته ما جامعه جهانی می خواهیم که امی لبنان از دست شبه نظامیان حزب الله نجات بده. فلانجیست های لبنان یا امو کتایب لبنان به روی حزب الکتایب لبنانیه که میگن این اونمو است، یک حزب سیاسی است که در 1936 پیش 3 سال پیش از جنگ دوم جهانی ای تشکیل شده بوده. بنیانگذارش پیر جمیل بوده. این حزب یکی از مهمترین احزاب مسیحی لبنان است. در طول تاریخ خود نقش مهمی در سیاست لبنان داشته، خاصتا بیشتر که یادآوری کردم در جنگ داخلی که از 1975 تا 1990 در جریان بود. فلانجیستا به طور عمده از جامعه مرونی مسیحی لبنان تشکیل شدند و ملیگرا هستند و مخالف با نفوذ خارجی. مخالف با نفوذ خارجی هستند اما در جنگ داخلی کاملا همکار اسرائیل بودند که وظیفهشان جنگ علیه گروه فلسطینی و مسلمان بود. حالا باز این سر کشیده. شما فکر میکنید چرا این سر کشیده؟ ایره دیگرا میگن، ایره عربستان و کشورهای غربی میگن چرا اگر کدام جنگ در میگیره از پشت سر حزب الله را دچار درد سر بسازن با وسیله اینها.
کانال 12 ایبری اسرائیل گزارش کرد که سید حسن نصر الله آدم است که میفهمد چطور حرف خود انتخاب بکنه. تصادفی نیست که امروز دیروز از گسترش جنگ منطقه‌ای سخن گفت بر اولین بار. به نظر شما چرا گسترش جنگ منطقه‌ای را یادآوری کرد سید حسن؟ به خاطر از اینکه ای شامل کشانیدن امریکا و جنگ است. دونالد ترامپ بسیار یک گپ جالب زد که ما برای شما ذکر بکنم که مثلا اینمی گپی کی زده، هم در اوکراین کاربرد داره، هم در فلسطین، هم با ایران، هم در افغانستان. گفتم تایوان نه، گفتم من فکر میکنم تایوان باید یکی ما تایوان رو حفاظت میکنیم، یعنی از دهان چین از بلای چینی رو نگاه میکنیم. چرا پول نمیپردازه؟ پول بپردازه دیگه، به خاطر از اینکه امریکا یک شرکت بیمه است دیگه. ما که قدر یار نگاه میکنیم در برابر زورگویی های چین خود سپر کردیم، اینا چرا پول نمیپردازن؟ اینمی کار در حق ناتو هم خواهد کرد، جیب اروپا رو خالی میکنه، عربستان رو جیبش خالی میکنه، از ایران میترسانه، سر سلام میفروشه. بعد از این وقتی که آمد ما شما شاید باشیم، خود ترامپ گفتن چی گفت تایوان که از با ما هیچ پول نمیده، ما چرا این رو نگاه بکنیم؟ 9500 میل از امریکا فاصله داره، 9500، 68 میل از چین. ببینیم ما از 9500 میل مسافه آمده میره نگاه میکنیم و ای بر ما پیسه نمیده. جالب نیست؟ بازم چپایی که تولید میشه، چپای خاصه که در تایوان تولید میشه، بسیار میگم تجارت چپ هم از پیش ما گرفت. ما دیگه احمق هستیم؟ کل تجارت همون تراشه همون چپا را از ما گرفتن، خود از ثروتمند ساختن، ما آمدیم دست خالی تایوان رو نگاه میکنیم. اینی سیاست یک تاجر.